حالا میخوایم یه اوورویو کلی بدیم از یه چیزی به نام تحلیل اکتشافی داده. تحلیل اکتشافی داده چیه؟ اینکه شما دادتون رو میگیریم، هم چند تا نمودار رو اینها ازش میکشیم، حالا داریم میریم دقت کنین، ما از سمت ما داریم میگیم کم سمت آمار، به این معنی که ما این دفعه داده داریم. ما دفعه پیش مثلا توی احتمال و اینها ما خودمون سیمولیت میکردیم فلان این حرفا، الان داده داریم، مثلا سیکونس داریم، مثلا جین اکسپرشن پروفایل داریم، مثلا آر ان ای سیک پروفایل داریم، ما از این چیزها داریم. خب و حالا میخوایم یک تفسیری، یک دانشی رو در مورد اون چیزی که ازش اندازه گیری کردیم، مثلا اگر که حالا یه ارگانیزمیه یا یک کاندیشن خاصی یا هر چیزی، میخوایم در مورد اون یک دانشی رو کسب کنیم با تفسیر داده ها. خب گام اول چیه؟ میگه که آقا شما دادت رو بگی، حالا به دادت نگاه بنداز، مثلا اکسپرشن رو بین دو گروه نگاه کن، نمیدونم از این کارا بکن، ببین به یک شهودی میرسی که مثلا تحلیلت بعد چه جوری باشه. حالا بیشتر پیش میریم ببینیم چه جوری. خب ما یه سری اول گرافیک در آر من بگم، یه چیزی داشتیم به نام چی؟ به نام همین پلاتی که دیدیم، مثلا بار پلاتی که دیدیم حالا تا الان استفاده کردیم. یه سری تابع خیلی بیسیک و اینهاست، خیلی رزولوشن خوبی نداره، امکانات خاصی هم نداره، ولی خب خیلی سریع شما میتونید ویژوالایز کنین. یه چیز دیگه که وجود داره به نام جی پلات 2 که حالا من امروز در ادامه توضیحش میدم و میبینیم که چی هستش دیگه. خب مثلا این جی پلات 2 یه سری ویژگی خوش بهتر بود واقعا اصلی. خیلی خب اشکال نداره. ببینید فرض کنین که من میخوام مثلا یه چیزی رو پرینت کنم. خب میخوام یه نقاشی بکشم فرض کنین. خب چجوریه نقاشی؟ اینجوریه که اول میام صفحه رو میذارم، بعد مثلا چه میدونم یه بک‌گراندی مثلا حالا ممکنه نقاشی کنم اون پشت، بعد مثلا حالا یه سری چیز دیگه اضافه میکنم. اصطلاحا هر دفعه یک لیر اضافه میکنم. خب مثلا لیر حالا این دفعه سایه میزنم، سایه که تهش، یعنی مثلا اول شیپ رو میکشم، بعد حالا دورش رو رنگ میکنم فلان این حرفا، تا تهش مثلا به سایه زدن میرسه و بعد تهش هم دیگه جمع میکنم. خب اینم همین جوریه، اینم این جوریه که اول میگه که حالا جی جی پلات این شکلیه که لایه اولش چیه، میگه که اصلا بگو که چه متغیرهایی رو میخوای بررسی کنی، اولش بگو چه متغیرهایی رو میخوای بحث کنی روش. خب مثلا این همون آیریسیه که ما دیدیم مثلا، و میگه که مثلا من میخوام کاسبرگ، طول کاسبرگ و عرض کاسبرگ رو بررسی کنم، بعد میگه چه نوعی حالا میخوای باشه، میگه که به صورت نقطه‌ای میخوام باشه. من اینا رو همه توضیح میدم، کد میذارم، ولی صرفا میخوام بگم که لایه لایه اطلاعاتی که ما لازم داریم تو شکل داشته باشیم و اضافه میکنه. پس اول متغیرها تعریف میکنه، میگه اصلا میخوام چی بکشم، بعدشم نوع شکل رو برامون مشخص میکنه. بعدم میگه که حالا من میخوام، حالا این کار کردم دیگه، پس اومدم عرض رو در واقع عرض کاسبرگ رو نسبت طول کاسبرگ اومدم کشیدم. خب میگه که حالا من گام بعدی میخوام بیام اون گونه ها رو هم اضافه کنم. خب برای یه لایه دیگه میخوام اضافه کنم، پس این کالر رو اضافه میکنم اینجا، و الان مثلا یه سری آبی هن، یه سری قرمزی هم ببینید، یه سری سبز هن این وسط، یه سری قرمز هن، یه سری آبی هن. خب پس یه دونه دیگه، یه اطلاعات دیگه هم اضافه کرد. خب یعنی که میتونم یه شکل دیگه همین رو اضافه کنم، مثلا بیام همین دو موجود رو، یعنی عرض و طول و عرض رو نسبت به هم بکشم، ولی بیام مثلا تو پلاتای مختلف. ضمن این که حالا غیر از این کارا که میتونم بکنم، میتونم مثلا چه میدونم از یه سری ستون مین و واریانس و نمیدونم این چیزا هم بگیرم، کلا دستم بیاد که با چه دایده‌ای طرفم. پس یه دونه شد ویژوالیزیشن میکنم و در گام بعدی اینجوریه که اینا گونه ها و عرض و نسبت به طول در هر کدوم از اینا اومده پلات کرد. اینا گونه های مختلف، اینا هر کدوم از اینا یه پلات هن که متفاوت از اون یکی دیگه، ولی در کل شدن یه پلات. خب حالا من در مورد اینا توضیح میدم، خیلی این چیزا مهم نیست. یا مثلا برای داده گسسته، اون داده پیوسته بود که داده پیوسته بود دیگه، یعنی هر مقداری بین مثلا چه از اول تا آخرش هر مقداری میتونست بگیر،
ولی برای داده گسسته مثلا فرض کنین که من تعداد کانت ACTG رو میخوام داشته باشم، خب این داده گسسته است دیگه، A یا میتونه A باشه یا میتونه C باشه، میتونه G باشه یا میتونه T باشه، مقدارها هم گسستن زمین. باز میتونم از این نمودار دیگه استفاده کنم، مثلا میتونم از پای چارت استفاده کنم یا میتونم از چی استفاده کنم، به این چی میگم، به همین بار پلاتی که ما استفاده کردیم. درسته؟ خب از اینا رد میشیم. یا باز آره میگه آمارهای مختلف من میتونم حساب کنم، مثلا میانگین و واریانس و چارک ها و نمیدونم میانه و اینها رو میتونم حساب کنم. خب حالا باز یه نمودار دیگه که وجود داره، من در مورد این هم نموداراش اینا توضیح میدم، صرفا میخوام ته این میخوام به یک چیزی برسم. این بعد یه نمودار دیگه چیه؟ این که باکس پلات، یه سریتون آشنا هستی. مثلا من بیام باکس پلات سن رو مثلا توی جامعه که دارم بکشم، باکس پلات هم یه چیزایی رو مشخص میکنه دیگه، ماکسیموم و مینیموم و چارک اول و چارک سوم و میانه رو مثلا مشخص میکنه. این باعث میشه که من پراکندگی، نسبتا پراکندگی یه داده خاصی رو تو جامعه هم ببینم، تو نمونه هم ببینم. و همینجوری میتونم هی شکلامو قشنگتر و قشنگتر کنم، نمیدونم کلی فیچر بهش اضافه کنم اینا. خب این تو آر یعنی این قابلیت ها رو داره. این نمونه نمودار دیگه چیه؟ هیستوگرامه. هیستوگرام برای در واقع داده های پیوسته است، یعنی بار پلات برای داده های گسسته بود، یعنی مثلا ما A و C و T و G رو داشتیم، اینا گسسته بودن. ولی مثلا فرض کنیم که میخوایم ساعت خواب مثلا افراد رو مدل کنیم. خب من که ساعت خواب افراد رو مدل کنیم، میتونیم بگیم که خب اونایی که بین مثلا بازه مثلا چه میدونم 7 شب میخوابن تا مثلا 8 شب، 8 شب تا 10 شب، یعنی بین بین کنیم اصطلاحا، گسستش کنیم. و بعد ببینیم که حالا تو هر کدوم از اینها چه تعداد فرد مثلا نمیدونم بین ساعت 7 تا 8 میخوابن، چه تعداد فرد مثلا بین بازه 8 تا 9 میخوابن و به همیشه. پس هیستوگرام هم برای فرکانسیه، یعنی همون در واقع توزیع رو نشون میده برای متغیر پیوسته، ولی گسستش کرده، یعنی اصطلاحا بین بین کرده، تو هر بینی یه بازه ای از این متغیر پیوسته. یا اینکه مثلا برای متغیر پیوسته یا حتی گسسته میتونم دنسیتی پلات بکشم. این دنسیتی همون انگار توزیع احتمال است، در واقع تخمینی از اون توزیع احتمال است زمانی که ما داده رو داریم و نمیدونیم که واقعا توزیعش از چه توزیع اومده. خب و حالا باز نمودارهای دیگه، این بدترین اسلاید بود که من پسند انتخاب کنم واقعا. آره چیزی وجود دارم هم وایلین پلات، یعنی پلات هایی تا الان خودم کشیدم و نشون میدادم خیلی چیزی هست به نام وایلین پلات که در واقع همون دنسیتی پلاته، فقط اومده عمودیش کرده. دقیقا این همون دنسیتی پلاته، فقط به صورت عمودی اومده قرار. بسیار خوب، حالا خلاصه همه این حرفا چیه؟ از این اسلاید بعد داستان از این قراره که من وقتی که یه داده دارم دو تا چیز رو میخوام نگاه کنم، یا اولیش وریشنه، یعنی اینکه داده های من مثلا فرض کنین که جین اکسپرشن دارم، میخوام ببینم که وریشن در مثلا فلان جین به چه شکلیه، مثلا جین مثلا فاکس 2 مثلا چجوری، حتی خیلی هم بده فکر کنم مثلا واریانسی به اون صورت نداره و به همین شکل. خب بنابراین میام واریانس رو برای متغیر نگاه میکنم. یا اینکه مثلا پس این واریانس برای یه دونه است، این کاری که همین اینجا هم کرده بود، واریانس مثلا ساعت خواب رو در نظر بگیر، کجا این هیستوگرام کجا بود، وریشن رو در این ساعت خواب من میخوام نگاه کنم ببینم چه شکلی. خب پس به دیتام دارم نگاه میکنم، میخوام ببینم وریشن چه شکلی، مثلا بیشترش حول چه چیزی تجمع کردن، یا به من یه شهودی در مورد دادن میده.
سوال بعدی اینه که یا مثلا اینجا وریشن باز به صورت باکس پلات ما دیدیم. خب بس دارم به دادم نگاه میکنم. یه دونه دیگه اینه که دو تا متغیر حالا دارم مثل اون حالت اول، مثلا همون طول کاسبرگ و طول گلبرگ. میخوام ببینم که وقتی یه دونه زیاد شد اون یکی هم زیاد میشه یا نه. پس کو وریشن دارم نگاه میکنم. خب یعنی با هم دیگه چجوری اینها تغییر میکنه. خب پس اکسپلوریتوری دیتا انالیسیس که بچه اساسیش هم اتفاقا ویژوالیزیشنه، واسه اینه که ما ببینیم که وریشن برای اندازه‌گیری مختلفمون چجوری هست یا کووریشن چجوری هست. این دو هدف رو دنبال می‌کنم. و ضمن اینکه چیزای عجیب رو هم می‌خوام تو دیتام پیدا کنم. مثلا اگر که اینجا در نظر بگیرید تو این چپیه، مثلا این کوچیکه واسه چی اینجاست؟ مثلا چرا وجود داره؟ و خب میتونم برم در مورد این تحقیق کنم ببینم چه فیچرهایی داشته که مثلا اینقدر دور افتاده یا آوتلایر اصطلاح. پس هدف این هم وریشن و کووریشنه. بسیار. چند نمونه نمودار رو نگاه کن. اول اینا همه نمودار هایی که تو آر تولید شدن، برای این میبینید که خیلی قابلیت زیادی داره برای پلات کشیدن اینا، شاید بیشتر از هر زبان دیگه ای. چند تا نمودار رو با هم نگاه کنیم، بررسی کنیم، ببینیم که اصلا چرا میکشیمش و اینها. اولیش اینو اسمشو میدونیم دیگه، نمودار جعبه‌ایه که حرف زدیم در موردش، باکس پلات، که برای چیه؟ برای نشان دهنده اولا میتونیم مقایسه کنیم بین مثلا لول های مختلف. خب یعنی و ضمن اینکه پراکندگی ها رو هم نشون میده. خب اینجا شما دارین آیا وریشن رو دارین نگاه میکنین یا کو وریشن رو؟ دقیقا وریشن رو دارین نگاه میکنین، یعنی دارین یه متغیر رو میگیرین وریشن رو توی مقادیر مختلفش نگاه. خب این نمودارها بهش میگیم پای چارت، که در واقع دارین فرکانسی مثلا حالات مختلف رو از یه متغیر در نظر. مثلا ما میتونیم همین کار برای آیریس انجام بدیم دیگه، رو گونه های مختلف ببینیم چند درصد از دیتا مثلا چه میدونم اون یکی از اون سه نوع دیگه هر کدوم. و خب این برای چیه؟ وریشن کووریشن دوباره وریشن، داریم با در مورد یه متغیر حرف میزنیم. خب این برای چیه؟ این همونجوری که گفتم هیستوگرامه. خب و هیستوگرام برای چیه؟ برای نشون دادن انگار یک توضیح از یک متغیر پیوسته است. باز دوباره داریم در مورد وریشن حرف میزنیم. فکر کنم کداشون هم هست. آره کداشون هم هست. آره لینک اینم شیر میکنم. نه تلگرام من گذاشتم تو گروه فایت. آره صرفا اینم کدشو گذاشتم. بسیار خوب. بعد آها بعد اینم باز یه چیزیه که بذاریم بازش کنیم. خیلی شبیه باکس پلاته ولی بهش میگیم وایولین پلات. البته این خیلی شبیه وایولین نیست ولی وایولین پلات بهش میگیم. و این هم باز برای اینه که اون پراکندگی رو نشون بده. خب و صرفا این چیه مثلا همون باکس پلات، یک سری اینفورمیشن دیگه هم داریم که توضیح این مقادیر رو هم نشون میده. مقادیر خب اینا رو صحبت کردیم. مثلا این یه دونه از زدیگه میتونیم تولید کنیم. مثلا این برای انگار این یک فایلوژنتیک تریه. خب برای نمونه های مختلف این فایلوژنتیک تری میتونه این شکلی باشه دیگه، که در واقع ایولوشن رو نشون میده از یه جد مشترک در طول زمان های مختلف. مثلا کدوم ها با هم برادرانه. دوباره این همون هیستوگرام که دیدیم. حالا این چیه؟ این مثلا فرض کنین که بیان ژن 1 نسبت بیان ژن 2 در سمپل های مختلف، هر کدوم از این نقطه یک سمپل رو نشون میدن. و خب حالا این چیه؟ وریشن یا کووریشن؟
کوواریشن دقیقا ببینیم که یه دونه تغییرات یکی نسبت به دیگری. خب بازوره باکس پلات و ضمناً به این چی میگیم؟ کسی میدونه؟ دقیقا اسکتر پلات به این میگیم، کار نمودار پراکندگیه، این هم بازی اسکتر پلات دیگه است، این هم اسکتر پلات دیگه است، ولی دقت کنین که یه چیز دیگه هم بهش اضافه شده و اون رنگه، حتی اینجا هم رنگ داشته. ولی خب مثلا شدت و اینا هم هست و خب انگار یه بعد دیگه هم داریم، مثلا فرض کنین کاتگوری‌های مختلف. حالا اینجا دقیقاً همون نگاه کنیم، میگیم همون آیریسه که عرض و طول گلبرگه و حالا رنگ هر کدوم هم نشون دهنده چیه؟ طول کاسبر. و مثلا همونجوری که می‌بینی از سبز اینجا شروع کرده رفته به آبی، بس بعد یعنی کوواریشن، اونم نه کوواریشن بین دو تا حتی بین سه. خب باز دوباره اینجا مثلا یه نمونه است، اینم جالبه که چیه. آها این شیمی و ایناست، ولی باز دوباره اینم یه نموداریه که حالا این نمودار کلاسترینگه که حالا ما فر بحث می‌کنیم، ولی باز دوباره میگم ایولوشن هم میشه با این مثلا نشون داد. دوباره یه دونه اسکتر پلات، یه دونه دنسیتی پلات داریم اینجا که دنسیتی چیزهای مختلف رو نشون میده. این حالا کوواریشن یا وریشن به نظرتون؟ دقیقا این کوه، یعنی ما داریم میبینیم که توی گروه های مختلف، حالا مثلا لوکیشن رو اینجا نشون میده، دنسیتی ها برای حالا یه متغیر چه تغییر میکنه، یعنی میخوام ببینیم که آیا اصلا رب داره یا نه، یعنی با تغییر کردن لوکیشن آیا مثلا این دنسیتی تغییر میکنه یا نه. و خب بنابراین کوواریشنه. آها این رو چی میگیم؟ کسی میدونه؟ دقیقا هیت مپه. هیت مپ داستان چیه؟ دو تا متغیر گسسته رو شما دارین نسبت به هم دیگه پلات میکنین و میخوام ببینین که مثلا با زیاد شدن یکی آیا دیگری زیاد میشه یا نه و حالا زیاد کم میشه یا نه. و حالا مثلا تو این نمونه چیز خاصی نمیبینیم، ولی باز کوواریشن درسته، این دفعه بین دو تا متغیر پیوسته. این چیه؟ این بهش چی میگیم؟ بهش لاین پلات میگن. خب و این برای اینه که میخوایم یک تغییری رو نگاه کنیم. حالا مثلا این میتونه زمان باشه، مثلا این درآمد افراد باشه، میخوام ببینیم نسبت به درآمد مثلا زمان درآمده چه تغییری کرده. خب این مثلا همچین کاربردهایی داره. باز دوباره چون داریم دوتا متغیر نگاه میکنیم قطعا کوبریشن و به همیشه. باز دوباره مثلا اسکتر پلات ها، پلات هایی که کنار همن که میگیم فیست، این هم بحث میکنیم. یه بقیه تقریبا تکراری هستن. این هم یه نمودار عجیبیه که حالا شاید بهش برسیم، بعضی ماها برای ایولوشن و اینا استفاده میکنن. آه این هم نمودار جالبیه، این بهش میگن ابر کلمات. مثلا شما یه سری مقاله فرض کنید، مقاله زیستی داریم، همه کلمات مثلا در مورد مثلا فرض کنید مایکرو آر ان ای، بعد همه کلماتشو میذارین کنار هم دیگه و میبینین که چه کلماتی پرتکرار. مثلا حالا نمیدونم اینجا چه چیزی رو بررسی کرده، ولی مثلا احتمالاً چیز اقتصادی بوده، مثلا ترید و لاس و این چیزا خیلی کلمات پرتکرار بودن، مثلا بقیه کلمات کم تکرارتر بودن به میزان اندازه‌شون اینها. و حالا با زوره احتمالا بر اساس یه فیچر دیگه هم اومده رنگ کرد. خلاصه که اینم با زوره یه شکلی پای چارت دیگه، انگار این دقیقا اینه یه بار پلاته که اومدیم گردش کردیم. اینو صافش کنم میاد بالا. خلاصه ما همه این کارا رو میتونیم بار انجام بدیم و ما هم سعی میکنیم امروز یه مقدار خوبیشو بگیم و همین. این هم یه چیزی هم پایین دیدم، این چیه؟ نمودار ونه و چی مثلا اینجا اسنیپای پاپولیشن، اسنیپای مشترک پاپولیشن یک و پاپولیشن دو و پاپولیشن سه رو داریم. باز دوباره به این چیه از این کارهای هنری هم میکنن، همچنان با آر همه اینا تولید میشه. آها یه نمونه دیتا دیگه، یه نمونه دیگه گراف ها هستن. مثلا فرض کنید این در واقع شبکه بیان ژن، مثلا اینا چجوری هر کدوم از اینا یه ژن، هر کدوم که با هم در ارتباطن انگار میتونن
همدیگر اکتیویت یا مثلا ترانسکریپشن فاکتورا اکتیویت میتونم بکنم یا ساپرس میتونم بکنم. آها پشتش جاوا اسکریپت اینا، ولی نکته که وجود داره این که آر شما کاملا میتونید تو آر کد بزنید و آره حل. خلاصه که این از این. حالا بذارید مثلا من فهم همه چی رو تقریبا پوشش دادیم. یه سری دیگه اش میگم به درد ما خیلی، مثلا بازار گراف، دوباره هیت مپ، دوباره اسکتر پلات، وایلین پلات که هیچ شباهتی هم به وایلین نداره، نمیدونم چرا اسمش رو میذارن ورد پلات. خیلی ما بریم یه نمونه من از مثلا چیزایی که مثلا در یک دیفرنشیال اکسپرشن رو اگه بخوایم مثلا نگاه کنیم، یه پروژه‌ای که مثلا خیلی ساده ای که روی مثلا تفاوت بیان بین دو کاندیشن رو می‌خوام بررسی کنیم، یه چند تا نمودار مثلا از اون ببینیم. اینا صرفا برای اینکه انگیزه پیدا کنیم که این همه پروژه هاست که قبلا توش نیست. آره همونجور که گفتم مثلا حتی ما نمودار اینتراکتیو میتونیم داشته باشیم، نموداری که باش کار کنیم، مثلا اینها این باش کار نداریم، ولی مثلا اینا یه سری سمپل هن که کاندیشن های مختلف دارن، بعد مثلا هر کدوم از اینا با هم در ارتباطن، یعنی بر اساس شباهتی که پروفایل بیانجه نشون داره با هم دیگه وصل شدن. حالا خیلی با این کار نداریم، خیلی تحلیل مثلا اینا همین دوباره همین سمپلان که دوباره اونایی که نزدیک به همن انگار پروفایل شبیه به هم داشتن، اینا هم همه با آر تولید شده دیگه، هم چون که گفتم قالب هم آر مارک داون آزاره به همین شکل. دوباره یه دونه هیت مپ که این بالا سل لاین های مختلف ما میبینیم، ببخشید تریتمنت های مختلف ما میبینیم، مثلا فرض کنیم که یه داروی زده شده به یه سری گروه و یه سری هم که نرمال هم. یعنی داروی زده نشده و روی سل لاین های مختلف بیان های مختلف برای سمپل های مختلف، بنابراین هر کدوم از اینا یه سمپل هم، اینها سل لاین هاشون رو نشون میده، اینها تریتمنت که روش انجام شده رو میگه و در نهایت این هیت مپه به اون کمک کنه. حالا مثلا از این هیت مپ ما چی میتونیم بفهمیم؟ که مثلا این سمپل ها خیلی شبیه هم دیگه هم درسته؟ و حالا یه سری نمودار که خیلی هنوز درمش حرف نزنیم. خیلی خوب بسیار خوب. حالا پس بریم سراغ این که مبانی جی جی پلات رو بگیم و از همون کار بیس شروع میکنیم. یه دونه دیتا ست وجود داره به نام DNAs. خب حالا این چیه؟ من خیلی در مورد زیستش نمیدونم، ولی فکر کنم یه سری عکسه. خب فرض کنین یه سری پروتئین توش بیان شده، یعنی فرض کنین یه سری سلول داریم، خب یه پروتئین خاص رو مارک کردیم، ازش عکس گرفتیم، هم اندازه‌گیری آزمایشگاهی کردیم، ازش عکس گرفتیم، این کانسنتریشن نشون میده که چقدر اندازه‌گیری آزمایشگاهیمون تو اندازه‌گیری آزمایشگاهیمون در واقع غلظت داشته، این دنسیتی نشون میده که حالا اون عکسه اون مارکری که زده بودن روش، حالا فلورسنت بوده هر چی بوده، اون مارکره چقدر به صورت یعنی نور اپتیکال دنسیتی داشته، یعنی چقدر نور شدید بود. خب پس یه همچین دیتا ستی داریم. این رانم فرض کنین که من سامپل های مختلف گرفتم دیگه، از مثلا از دست سلول های مختلف اومدم این کار کردم، چند بار این کار کردم، هر ران نشون میده که این شماره ران نشون میده که مثلا امروز این کار کردم، بعد ران های دیگه مثلا روزهای دیگه. پس یه آزمایش رو چند بار دارم تکرار میکنم، آزمایش هم همچیز. الان دی ان ایز همه دارن دیگه انشالله چون بیس. من همین هد دی ان ایز رو زدم، پنج خط اولش رو میاره. اگه میتونیم ویو کنیم ما که دیگه الان یاد بریم. خب به این شکله ران کانسنتریشن اپتیکال دنسیتی. واسه الان چون اینجا این باز دوباره همینجا ما میتونیم مثلا مرتب کنیم، مثلا بر اساس ران میخوام مرتب کنم از زیاد به کم،
تو هم روی این علامت ها بزنم، علامت کناری و مرتب شده شو ببینم، و همینجوری برای ستون های دیگه. یعنی دیتا فریم رو بر اساس این مرتب. حالا این خیلی مهم نه صرفا. خب حالا بریم پلات کنیم. میخوایم کووریشن نگاه کنیم بین کانسنتریشن و دنسیتی. اگه نگاه کنم میبینم که هر چقدر که کانسنتریشن بیشتر شده این اپتیکال دنسیتی ما هم بیشتر شده. میتونم اسم گذاری ها ببین الان اسماش کم بده، یعنی اصلا به این شکل اصلا خیلی نشون نمیتونه بده چیزی رو. مثلا اگه بخوام به کسی دیگه ارائه بدم میگه مثلا این کانس چیه. خب در حالی که میتونم اسمای خوب بذارم با استفاده از این وای لب، یعنی وای لیبل و ایکس لیبل اسمای خوب میدم. حالا اینکه این اسما رو از کجا میارم، فرض کنین از قبل میدونین، خیلی با این اسمش کار نشه. مهم که این وای لب و ایکس لب شماره چیزو نشون میدن. اسم محور ایکس و محور وای نشون میدن. رنگی که میخوام داشته باشم بلوه و شکلی که میخوام داشته باشم میتونم تنظیم کنم. اگه یادتون باشه تو این قبلی ما یه سری دایره تو خالی داشتیم، حالا مثلا من میخوام عوضش کنم، فکر کنم به اضافه عوض میشه. حالا مثلا به مثلث عوض شد. پس کاری که کردم اومدم اسمای خوب گذاشتم، حالا که اسما رو از کجا آوردم مثلا این اتریبیوتی ای تی پی آر چی و اینا به کنار، ولی بنابراین هم شیپ رو عوض کردم، هم اسمای درست گذاشتم، هم رنگ رو عوض کردم. این کلا خیلی راحت میتونم پلات کنم با آر دیگه، ولی این بیس پلاته. خیلی ویژگی های دیگه رو، ویژگی های مثلا جالبی که اونجا دیدیم رو نداره. مثلا بخوام پشتش رو مثلا خاکستری بکنم، مثلا خیلی مثلا عددا منطقی تر باشن، این کارها رو نمیتونم انجام بدم. پس اینم پلات. به این گفتیم پس چی اسکتر پلات بود دیگه. حالا یه دونه هیستوگرام بکشیم برای این دنسیتیه ببینیم که شکلیه. با دستور هیست این کار رو انجام میدم. خب پس با دستور پلات بزنیم یه بار دقیقتر بگیم. با دستور پلات وقتی که شما میتونید اسکتر پلات بکشیم، یه وکتور اولی رو میدیم به عنوان آرگان اول میدیم، یه وکتور به عنوان آرگان دوم میدیم و براتون یه دونه اسکتر پلات میکشیم. خب فارغ از همه اینا، حالا هیستوگرام میخوام بدم، یه وکتور میدم به عنوان آرگان اول. مثلا بذاریم فعلا برای ساده کردن همینو بدم. و چیزی که دارم به این شکل، یعنی برای من دنسیتی رو اومد کشید و خودش هم اسمش رو میذاره هیستوگرام آف مثلا همچین. این از کجا آورده؟ از همین ورودی که من بهش دادم. مادامی که من خودم اسم نذارم برای خودش یه اسم دیفالت میذاره. خب حالا من میتونم اینو یکم تر و تمیزتر بکنم. مثلا اگه اینجا رو دقت کنین مثلا میبینیم که هر 25 صدام اومده برای خودش مثلا یه بین در نظر گرفته. همینطور این بینا رو تغییر بدم. خب با چی؟ با دستور بریکس. میگم 25 تیکش کن این بازه رو. زمین که اسمش هم مثلا با مین میتونم تغییر بدم. درسته؟ پس به 25 تا تیکه اینو تقسیم کرد به جای اون چیزی که بود. اسمش هم گذاشت frequency versus density. حالا این خیلی درست این بعد frequency of density میبود. پس با دستور main اسم میذارم. حالا برای حتی برای این پلات بالایی هم میتونستم این کار رو بکنم. کلا برای base پلات ها میتونم با دستور main اسم بذارم.
اسم گذاشتم با همین دستور مین. پس آه اینه که داریم میگی چیزاشو میگی، محورا رو داریم میگی. آره دیگه، محورا من هنوز چون دیفالت براش اسمی نذاشتم همین اتفاق میفته، ولی توی مرحله بعد اومدم اسم براش گذاشتم. حالا اینکه این اسم رو من میتونستم هر چیز بزنم خیلی گنده هیچ کننده شاد باشه، مثلا میذارم وای اینو، مثلا میذارم وای 1 2 3 صرفا برای اینکه بدونین که وای لب چیکار میکنه. این ایکس لب هم میتونم بذارم ایکس 1 2. خب پس من الان آها میتونیم بازم باز وای لب و ایکس لب و کافیه کافی، یعنی هر کدوم از اینا یه سری آرگومان میتونیم بهشون بدیم. خب شما با ایکس لب و وای لب میتونین لیبل ایکس رو بدین، لیبل وای رو بدین، با این مین میتونین اسم پلات رو بدین و این اول دومی هم که میگه چی رو براست به چی بدیش. خب اینم هیستوگرام، دوباره گفتم مین اینجا میتونین بدین و ایکس لب و وای لب میتونین بدین. و من خودم گفتم ایکس لب بدم، فرق نمی کنم، میگم تغییر و قولی هم بذاریم فرق نمی کنم. بینشید، اینجا شد ایکس لب، اینجا شد وای لب. پس مین رو یاد گرفتیم، ایکس لب و وای لب رو یاد گرفتیم و اینکه حالا پلات رو یاد گرفتیم که باش اسکتر پلات میکشیم، هیستوگرام رو یاد گرفتیم، یعنی هیستو یاد گرفتیم باشه هیستوگرام میکشیم. یه دون چیز هم پس باکس پلات، یه بار دیگه اگه به دیتا نگاه بندازیم میبینیم که خب یه دونه ستون ران دارم و دنسیتی و کانسنتریشن. من میتونم بیام به ازای هر ران بگم باکس پلات دنسیتی هاشو بکش. خب چجوری میگم؟ میگم به ازای دقیقا همونجور که اگه یادتون باشه تو اگریگیت گفتیم، خب به ازای هر ران بیا دنسیتی هاشو بکش، دیتامون هم چیه؟ دی ان ایز. خب به این شکل هست. خب الان به ازای هر رانی من دنسیتی رو اومدم کشیدم. پس الان باکس پلات یاد گرفتیم، هیستوگرام یاد گرفتیم، دیگه چی یاد گرفتیم؟ بار پلات هم که قبلا یاد گرفته بودیم، یه چیزی هم یاد گرفتیم، چی؟ اسکتر پلات با پلات. خب ولی این واقعا امکاناتش خیلی کمه. مثلا من بخوام تک تک اینا رو بر اساس مثلا این ران ها رنگ کنم یا اون نقاطی که شما دیدین قبلا میشه اینجا نقطه گذاشته، مثلا وایلین پلات یا همه اینا، هیچ کدوم از این قابلیت ها نداره، خیلی ساده و دم دستی و اینا به شکل مقاله هایی که مثلا 20 سال پیش میدیدیم. اوکی فعلا با همین دی ان ای جلو بریم. جی جی پلات رو اگه نصب دارین الان فراخوانیش کنین با لایبرری جی جی پلات 2. میتونین راستی تو اینو تو دابل کوت بذارین یا نذارین، وقتی لایبرری دارین صدا میزنین میتونین بذارین یا نذارین. الان کیا ندارن جی جی پلات رو؟ فقط یه نفر همه دارن بقیه؟ بسیار خب بریم اولین نمودار رو بکشیم، همون دی ان ایز رو در نظر بگیریم. خب حالا بیایم یه دونه بکشیم ازش ببینیم که اصلا جی جی پلات چه شکلیه. خب همونجور که میبینین دقیقا همون پلاتی که ما با پلات بیس کشیدیم الان میتونیم بکشیم. خب حالا این نکتهش چیه؟ نکتهش اینه جی جی پلات چند تا بخش داره. قسمت اول دیتا، خب چه دیتا ستی رو داریم کار میکنیم؟ آستتیکس داره، خب که به شما میگه که ایکس و وایتون چه مقداری دارن، خب یعنی چه ستونهایی از این دیتاتون هم. برای من میخوام دنسیتی رو بر اساس کانسنتریشن بکشم، پس x هم میشه concentration، y هم میشه density. خب ضمن این که میخوام هر در واقع دیتا هم به شکل scatter plot باشه، یا هر در واقع ریکورد از دیتا باشه یه نقطه. خب پس بنابراین خروجی من این میشه، الان x هم concentration شد، y هم density شد و geom point. جام پوینت به صورت نقطه نشون میده. آها آی ای اس شما
چند تا ویژگی، یه سری ویژگی خاص رو بهش میدیم. مثلا الان اینجا فعلا سوالات چیزی که بلدیم اینه که محور ایکس و وایش رو بهش میگیم چی؟ آستتیکس. بیاین و الان لایبرری هیراگی 2013 رو فرا بخونین. این لایبرری رو با install.packages نصب کنین اگر که میتونید. به تلاش بکنید. این یه دیتا X داره که یه دیتا جین اکسپرشنه از یه سری سل تایپ که هر کدوم از این سل تایپ ها از یه سری سل که هر از یه سری سلول که هر کدوم از این سلول ها علاوه بر جین اکسپرشن یه سری ویژگی دیگه هم دارن. مثلا عکسشون، مثلا میگم بازاری یه سری پروتئین رو توشون مارک کردن و اینا. بذاریم این دیتا رو بخونیم. از یه سری سلول اومدن جین اکسپرشن گرفتم، بعد اینا یه سری ویژگی دارن، مثلا این که در چه روزی استمسل هم هستن، در چه روزی اومدن به صورت نسبی اومدن، حالا این زمانه دقیقا روز رو نشون نمیده، مثلا حالا یه زمانی که 25 اومدن این اندازه‌گیری رو ازش انجام دادن و مثلا این سل لاین 32 تا سل داشته توش، بعد جینوتایپش هم وایلد تایپه مثلا، بعد اسم داره گروه ها و رنگ داره. خب در ضمن اینکه یه دونه اکسپرشن پروفایل هم داریم دیگه، اکسپرشن پروفایل داریم برای اینها. و کلن هم 101 سمپل هن، یعنی از 101 سلول مختلف که حالا گروه بندی هاشو دیدیم اومدن جین اکسپرشن گرفتن که روی هم رفتن 45,000 تا جین هم خب جین داره هر کدومش. پس 101 سمپله، 101 سلوله که ازش جین اکسپرشن گرفتیم و در هر کدوم هم اینقدر تا جین داره و برای هر سلول هم انگار ما یه انوتیشنی داریم که مثلا میدونیم روز چندمه امبریونیک دی، یعنی روز چندمه از استمسل چقدر فاصله داره، جینوتایپش وایلد تایپ یا احتمالاً بذاریم اینو ببینیم. آره دو تا حالت داره، یا وایلد تایپ یا FGF4 رو از توش ناک آوت کرد. و همین اینا هم گروه بندی شدن بر اساس همین امبریونیک دی شون. حالا واضح دیتایی که داریم بر همه. اگه برای کامپیوتری ها بخوایم حرف بزنیم، فرض کنین که از یه سری سمپل از هر کدوم تقریباً 45,000 خورده ای ما فیچر داریم. خب حالا من پیش میرم، امیدوارم که توضیح اگه بزنیم یا خطا میده یا اگه اتفاق نداره مثلا این سابقه تدیجه رو بزنیم. خب حالا من این سری چیز رو میخوام رسم کنم، مثلا خب یه سری سمپل گروپ داشتم دیگه. خب حالا میخوام ببینم از هر گروپ چند تا داشتم. مثلا یه گروپ داریم مثلا ای امبریونیک دی 325 تعداد 36 تاست، بعد هر کدوم از این سمپل گروپ ها هم یک رنگی دارن برای خودشون، خب با یه رنگی مشخص شدن، حالا یه مارکری دارن یا هر چیز. نه این ها، این دیتا مال یه مقاله ایه که میگم یه کاری رو انجام داده، این دیتاش پابلیک رو گذاشته، بعد گذاشته توی پکیج آر هم هست هم ایراگی فلان که آره این دیتا هاشه که ما میخوایم روش کار کنیم. خب
پس یه چی؟ رنگه برای بر اساس گروه رنگ شدن. بر اساس گروهشون رنگ شدن. حالا نمیدونم این به صورت آزمایشگاهی رنگ شدن یا صرفا خواستن یه مارکر اینجا تو دیتا بشه. آره احتمالاً آره. خب پس مثلا این سل تایپ ها رو داریم یا مثلا حالا گروه های سلولی رو داریم که روی هم رفته هم 101 سلول به ما میده. برای هر کدوم از اینا علاوه بر اینکه حالا این فیچرهایی که مثلا روز چندم امبریونیک دی شه یا حالا مثلا این ژن رو توش ناکد کردیم یا وایلد تایپ یا هم چیزایی، به اضافه 45000 تا جین رو هم داریم اکسپرشن پروفایلش. خب حالا میخوام چیکار کنم؟ میخوام فرکانسی هر کدوم از این سمپل گروپ ها رو بکشم. چیکار میکنم؟ از بار پلات قبلا استفاده میکردیم دیگه، اینجا از بار پلات استفاده میکنیم. همونجوری که میبینی شکل شمایلش به این ظاهره، به این شکله که خب نکته ای که وجود داره اینه که حالا اینا رو شما خیلی نمیبینید ولی اینا همه رفتن تو هم دیگه. خب و خب این احتمالاً باز دوباره گفتم برای ارائه دادن به مثلا حالا توی مقاله یا تو هر به هر شکلی این قابل قبول نیست دیگه. هدفم اینه که اینا رو یه جوری مثلا نشون بدم که اینا تو هم نرن، قابل ارائه باشن. حالا همین بار پلات رو بگیم چجوری توضیح چجوری انجامش دادیم. ببینید دیتا ست من گروپس بود. دادن دیتا ست گروپس رو بالاتر تشکیل دادیم که همین دیتا ستی که نشون دادیم ستون اول سمپل گروپ، تعداد سلول هایی که توی این سمپل گروپ قرار دارن و کد کالرش. چی؟ آره اینو خودمون از رو اصلیه ساخت، این شکلی ساختیم با همون DPLY ها رسا این بذاریم میکنیم DPLY ها. خب اومدیم گفتیم گروپ بای کن بر اساس سمپل گروپ، امروز دیگه بلدیم دیگه. سامرایز یه ستون N بساز که این N نشون میده تعداد، این میشماره. خب تعداد این رو به من بده 36 تا بود و گفتیم که کالرش هم بکن یونیک سمپل گروپ، سمپل کالر. این چرا یونیک سمپل کالر؟ چون میدونیم به ازای هر سمپل گروپ دقیقاً یه دونه رنگ داریم، هم کدی که گفتن و یونیک که میزنیم همون یه دونه رو جدا میکنه برام میزنه. خب پس گروپ رو این شکلی من ساخت. خب حالا میخوام همون فرکانسی ها رو فقط ببینم چه شکلیه. برای چی؟ برای اینکه ببینم که آره دیگه از هر سمپل چقدر دارم و اینا. یه راه اینه که تو جدول بیارم، یه راه ساده تر اینه که ویژوالایزش کنم. پس صورت بار پلات نشونش دادم. حالا این بار پلات ما چجوری کشیدیم؟ گفتیم ایکسش چیه؟ سمپل گروپ ها، درسته؟ سری مقادیری هم، یعنی در واقع حالا همین سمپل گروپ هایی که اون بالا داشتیم. و وایش چیه؟ همون اینیه که ساختیم بالاتر، درسته؟ و گفتیم که به شکل بار پلات نشون بده جی اون بار. خب این دقت کنیم برای هر چیزی که هر کدی که توی برای جی جی پلات می‌نویسیم اول یه دونه تابه داریم که همون جی جی پلات، توش دیتا رو مشخص میکنیم، ایکس و وای مشخص میکنیم و حالا یه سری فیچر دیگه هم میتونیم مشخص کنیم که فعلا هم ایکس و وای چیزی که تا الان گفتیم. بعد میگیم که میخوام به چه شکلی نمایش داده بشه. مثلا اینجا خواستیم به صورت نقطه نمایش داده بشه، اینجا به صورت بار پلات و جی اون بار رو این رو اینجا زدیم. خب بعد حالا یک کاری میان میکنیم، این از این بگذاریم فعلا، این خیلی چیز مهمه. بسیار. حالا ما کاری که اومدیم کردیم چند تا تغییر دادیم. یکی اینکه هر کدوم از این ستون‌ها رو رنگ کردیم، این تفاوتشون واضح‌تر بشه. اون شکل قبلی خیلی مثلا تمایزی نمی‌شد بین اینا قائل شد.
بعد برای این رنگ کردیم، این لژند رو آوردیم. اونجوری که می‌بینی اسمش لژنده، ببین میگن یعنی راهنمای شکل دیگه. خب گفتیم هر رنگی چه گروهی رو نشون میده و این زیرم اسما تو هم رفته بودن درست کردیم. پس تا چهار چند تا دستور خیلی کوچیک ما تونستیم اون شکل خیلی در واقع ضعیف رو به یه همچین شکلی که خیلی تر و تمیز و قابل فهمه تبدیل کنیم. خب حالا چجوری این کار کردیم؟ ببین اولا که ما اون جیانبار رو، اولا که اون قسمت جی جی پلات رو که داشتیم که گروپس بود، بعد گفتیم که ایکس رو بگیر سمپل گروپ، وای رو هم بگیر این، تا اینجا که این قبلی درسته. بعد یه دونه ویژگی دیگه دادیم به نام فیل. فیل چیه؟ یعنی با چه چیزی رنگش کن، یعنی پرش کن. خب گفتیم بر اساس سمپل گروپ این رو بیا پرش کن. خب برای اینکه این رنگ های اینها متمایز بشه، بذاریم تا همینجا فعلا اجرا کنیم. بذاریم یه جنبار اگه اینجوری چیز کنم میبینم که به ازای هر گروه به من یه رنگی میده. خب بدونی که مثلا بخوام رنگ، یعنی بهش بگم چه رنگی کن، خودش چون این سمپل گروپ ها متفاوتن، بر اساس سمپل گروپ ها میاد رنگ های مختلف به دلخواه میده رندوم. خب پس وقتی که این فیل رو میذارم توی این AES، خب به من میگه که هر کدوم از این اعضا چجوری رنگ میشه، چجوری اینا رنگ. پس رنگ کردن رو هم یاد گرفتیم. ولی من میخوام بگم که رنگ هاشون متفاوت باشه بر اساس همون، اگه یادتون باشه اون یه کد کالری داشتن که اون کد کالر هم اتفاقاً RGBه، یعنی به شکل هکس هم هست و میتونم بر اساس اونا رنگ کنم. وقتی کد کالر از قبل داشتیم چرا که نه. و خب مثلا اینجا باز یه چیز دیگه اضافه میکنم به نام اسکیل فیل مانوال که دقیقا میگم بر اساس اون گروپ کالره یا رنگ کن و لژند رو هم نشون بده با اسم گروپس. حالا ببینیم که اگه اینو اضافه کنیم چی میشه. اینو اجرا کنیم. حالا ببینیم که یه چیزی اضافه کرد نسبت به شکل قبل. اولا که اومد رنگا رو تغییر داد بر اساس همون کد کالرا که ما اینجا اومدیم از این اسکیل فیل مانوال استفاده کردیم و ولیو ها شد این گروپ کالرا که از قبل این اون کد کالرا که داشتیم. و بعدش هم در واقع این برای اضافه کردن لژند به اضافه رنگ کردن با هم. و بعد یه دونه لژند هم گذاشت، اسمش هم گذاشت گروپس. آها استد مساوی با آن ایدنتیتی، یعنی که ببین وقتی که استد مساوی آیدنتیتی یعنی دقیقا همون چیزی که ایکس و وای بهت دادم بزن. اگه ننویسیم این بار پلات کلا برای اینه که تو این یعنی خودش میشماره. خب برای چیزی که فرکانسی داشته باشه خودش میشماره. خب ولی ما از قبل شمرده بودیم، یعنی ببین اگه دقت کنی سمپل گروپ ما مثلا از این فقط یه دونه داریم. خب و تعدادش هم خودمون از قبل شمردیم. خب واسه همین ما اینجا صرفا اومدیم سمپل گروپ آیدنتیتی، یعنی گفتیم تغییر نده. اگه اینو نمیذاشتیم خودش میومد اینا رو تک به تک میشمرد. بعد چون این سمپل گروپ دقیقاً یه دونه داریم از هر کدوم دقیقاً یکی میشه. خب حالا حرف این داستان چی؟ آها بذارین یه دونه دیگه هم فقط بگم بعد به کلیت ماجرا. یه کار دیگه فقط مونده بکنیم، اونم که این اسما که تو هم رفتن رو درست کنیم. چیکار میکنیم؟ میگیم که 90 درجه اینها رو بچرخون. خب من برای اینکه بگیم 90 درجه اینها رو بچرخون، یعنی اسمای اینها رو بچرخون، ما میایم از یه همچین دستوری استفاده میکنیم. میگیم که اسم x ها رو اینجوری بذار که 90 درجه تغییر کنن و مثلا h adjust، یعنی که نسبت به مثلا به سمت راست بچرخون فکر کنم یه دو باشه مثلا به سمت چپ میچرخون. خب حالا اگه اینو اجرا کنم
چی خواهم داشت؟ دقیقا همون شکلی که از اول پس حالا نکته چیه؟ حالا اصلا قرار نیستش که شما هیچ کدوم از اینا رو حفظ کنید. منم هیچ کدوم از اینا رو بلد نیستم. اصلا قابل حفظ کردن نیست. خب چرا قابل حفظ کردن هست ولی حالا نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که ما یک شکل خیلی بیس داریم، مثلا فرض کنید یه ایکس و وای مشخص داریم و بعد هر کاری که بخوایم میتونیم با اضافه کردن یه سری لایر انجامش بدیم. مثلا اولش اومدیم چیکار کردیم؟ یه رنگ زدیم روش. اولش اون شیپ کلیشو داشتیم، رنگ زدیم روش، بعد رنگایی که خواستیم رو زدیم، بعد مثلا لژند اضافه کردیم، بعدش هم این در واقع اسمای محور ایکس رو درست کردیم. خب ویژگی خوبه دقیقاً جی جی پلات اینه که شما هر چقدر که بخواید میتونین شکلتون رو تغییر بدین و کافیه یه دونه بیس داشته. مثلا الان من میتونم این پشتش خاکستری، من خودم واقعا هیچ وقت دوست ندارم این پشتش خاکستری باشه، مثلا میتونم یه تم بدم مثلا پشتش به این شکل. حتی چون این تم رو قبلا اضافه کرده بودم درست. خب پس جی جی پلات ویژگی خوبش چیه؟ اینه که ما میتونیم لایه‌های مختلف اضافه کنیم. حالا ما باز دوباره در مورد توابع دیگه هم حرف میزنیم، در مورد جیوم‌های مختلف هم حرف میزنیم. صرفا نکته اینه که شما تنها راهی که بتونین شکل‌های خیلی درست حسابی تولید، یه وقتی از آدم شکل برای خودش میکشه، مثلا من میخوام واقعا واریانس رو ناکام، منی که حالا محققم و مثلا کاملا میدونم که داستان چیه، مثلا همه این گروه ها چه معنی دارن و اینا، من هم اسما تو هم باشه فقط کافیه، مثلا این رو ببینم حتی خاکستری و هر رنگ دیگه هم باشه برام قابل قبولیه. وقتی اسما خودمون میخوام ببینیم همون اکسپلوراتوری دیتا انالیسیس، ولی وقتی اسما میخوام ارائه بدیم مثلا توی مقاله بیاریم یا توی وبسایت بیاریم نتایج کارمون ارائه بدیم، بعد به بهترین نحو تر و تمیز بشه و جی جی پلات یک ابزار بسیار قویه برای. خب حالا راهش چیه که ما یاد بگیریم؟ راه اولش ازم سرچه. واقعا شما میرین و میبینین که مثلا من میخوام این رو تغییر بدم، مثلا اسمای زیر جی جی پلات هم تو همه، حالا به مشکل خودم چیکار کنم؟ خیلی راحت میتونید گوگل سرچ کنید، یه نفر حتما جواب داده و بعد شما همین تیکر رو اضافه میکنید به پایین جی جی پلاتتون و مثلا 90 درجه میچرخه مثلا همین اسم. خب راه دیگه‌ش هم که تمرینه، یعنی اینقدر هی شکل بکشین که در واقع مسئله براتون خیلی راحت بشه. ما چقدر وقت داریم؟ هنوز وقت داریم، یه چند تا چیز دیگه میتونیم بگیم. خب پس جیوم بار رو تا الان دیدیم، جیوم پوینت رو تا الان دیدیم. خب حالا من اون دیتا جین اکسپرشن رو آوردم، حالا میخوام دو تا جین رو نسبت به همدیگه بکشم برای سمپل های مختلف. باز دوباره چون اسکتر پلات میخوام بکشم چه استفاده میکنم؟ جیوم پوینت استفاده میکنم، درسته؟ حالا فقط اینو بگم، من یه دیتا فریم تشکیل دادم که همون اکسپرشن پروفایل ها، یعنی اکسپرشن هاست، هر سطرش در واقع یه جینه و هر ستونش چیه؟ یه دونه سمپله، درسته؟ و حالا نکته که فقط وجود داره اینه که من میخوام وقتی میخوام پلاتش کنم تو جی پلات همونجوری که گفتیم، وقتی میخوام ایکس و وای بدیم بعد اینا اسم ستون ها باشن. خب یعنی از این دیتا فریمی که من بهش به عنوان ورودی میدم، ایکس و وای هم باید به صورت اسم ستون ها باشن. خب پس بنابراین من برعکسش میکنم با این تی یا ترانسپوز. خب این جین اکسپرشن پروفایله که سطراش میشن جین ها، ستوناش میشن سمپل ها. حالا من ترانسپوزش میکنم برای اینکه ستوناش بشن جینا، سطراش بشن سمپلا، و حالا اینو دارم آماده. حالا میخوام مثلا این جین رو نسبت به این جین بکشم. آره دیتا دات فریم رو نگفتم. دیتا دات فریم دیتا فریم تشکیل میده.
شما یه ماستریس بهش مثلا میدین براتون دیتا فریم میسازه. اسامی جینا الان میگم. الان فقط نکته که دقت کنین که آره x رو گذاشت این جین، y رو گذاشت این جین و اینها رو کشید نسبت به هم دیگه و مثلا میبینیم که هر چقدر این جین و هر کدوم از این نقاط چی رو نشون میدن؟ دقیقاً یه سامپل رو نشون میدن. ببینیم هر چقدر این مثلا بیشتر میشه این یکی کمتر میشه و انگار با هم دیگه همبستگی منفی داره. درسته؟ حالا اسم این جینا چیه؟ این اسم این مال یه دیتابیسی که من یادم نمیاد که چه دیتا. کسی میدونه این AT تهش مال چه دیتابیسیه؟ مال رفسه که فکر کنم. مال یه دیتابیسی به نام رفسه که حالا شما میتونید به جین سیمبل بعدا تغییرش بدید. NM میاد اولش. نمیدونم AT نمیدونم مال چه دیتا ستیه. چیه؟ آخری چی؟ دقیقاً پروب آیدیه. این مایکرو آنالیسیس که تو افیمتریکس و به ازای هر کدوم از پروبا یه دونه آیدی داره که حالا به یک جینی هم مپ میشه و اینا. AES گفتم دیگه. AES جاییه که ما توش ایکس و وایمون رو مشخص میکنیم و حالا مثلا چیزهای دیگه هم میتونیم مشخص کنیم. مثلا میتونیم رنگ کنیم. مثلا بیاین بر اساس حالا هر کدوم از نقاط یه سمپل رو نشون میدادن دیگه. خب بیام بر اساس سمپل گروپ رنگش کنیم. فقط یه نکته ای وجود داره. آها درست. درسته گفتیم رنگ هم میتونیم بکنیم دیگه. خب رنگش نمیم. آها فیل. بسیار. این فیل نکته که وجود داره اینه که نقطه خیلی دیگه ریاضیوار برخورد کردن باشه. نقطه ابعادش صفره فیل داخلش رو پر میکنه. یعنی این چون ابعادش داخل چون نداره نقطه دیگه بخاطر هم از کالر استفاده میکنیم که دو رو پر میکنه. یعنی حاشیه ها رو پر میکنه و بینش. پس ما الان اومدیم چیکار کردیم؟ این دو رو نسبت به هم گرفتیم تو سمپل های مختلف. هر سمپل رو هم بر اساس سمپل گروپش رنگ کردیم. خیلی هم به نظر راحته دیگه نیست. غیر از اینکه حالا اینا رو حفظ کنیم صرفا میگم صرفا با یه سرچ همه اینا در میاد که مثلا حالا میخوام نقاطم رنگ کنم. حالا میخوام نقاطم مثلا دایره باشن به شکل. آره مثلا بیاین همین الان یه کار دیگه بکنیم. مثلا نقاطمو شیپشو عوض کنم. مثلا من شیپ فکر کنم با عددم نشون میدم. من میگم مطمئن نیستم. این نمیتونه شیپ باشه. بذاریم مربع اسکوئر ببینیم میتونه. خیلی توجه نکرد. نمیدونم چرا شیپ رو. آها شیپ رو باید بگیم بر اساس چی خودش شیپ بده. بر اساس چی باید بگیم خودش شیپ بده؟ مثلا فرض کنیم بر اساس اساس سمپل بگیم شیپ بده. تو در اساس همون سمپل گروپ هم بگیم شیپ بده. این شیپاش تموم شده ظاهرا برای این دو تا آخری چیز نداشته بذار. ولی همونجوری که می‌بینین هم شیپ داده بر اساس گروه‌های مختلف و هم رنگ کرد. خب این صورت. از ما خیلی کارا میتونیم. یعنی الان واقعا این شکل ما الان 4 تا دستور زدیم ببینیم ما با یکی از اون شکل‌های خیلی قشنگی مثل اونجا رسیدیم. اینا رو میتونیم با کیفیت خیلی خیلی بالا سیف کنید و اینها. خب علاوه بر این من میتونم مثلا کار دیگه هم بکنم. مثلا اینکه یک خط فیت کنم یا یک کر فیت کنم. برازش کنم. مثلا اینجوری یه خط برازش کردیم و این خطه چه کمکی فکر میکنیم به ما میکنه؟
درست. آره این جواب خوبیه. جنبندیش این که این به ما نشون میده که تقریبا تراجکتوری تغییرات بین این دوتا چجوریه. مثلا اگه وقتی ما میبینیم این به سمت پایینه، نشون میده که این دو با هم همبسته منفی هست. یا مثلا میبینیم که تا یه جایی با هم دیگه تقریبا انگار ربطی ندارم، از این جایی به بعد هر چقدر میره بالاتر این میاد پایینتر. این خب خیلی پایین. بعد حالا مثلا این چیزی که اینجا نشون داده چیه؟ این ارور باوند اصطلاحا. یعنی چقدر واریانس داریم اینجا بین سمپل های مختلف. مثلا اینجا واریانس کم میشه، مثلا اینجا دوره این هم. اینو با چی انجام دادیم؟ همه به همون شکل قبلی. صرفا کاری که اومدیم کردیم یه جیوم اسموس اضافه کردیم. جیوم اسموس کاری که میکنی مثلا یه همچون خطی اضافه. پس ما هی لایه به لایه هر فیچری که میخوایم به شکلمون میتونیم اضافه کنیم، میتونیم رنگ بدیم، میتونیم نمیدونم خطوطی اضافه کنیم. بسیار خوب. برای تمرین اینها من چند تا منبع میخوام معرفی کنم. همچنان میتونیم پیش بریم شکلهای دیگه هم بکشیم، این کار هم میکنیم. مثلا فردا صبح میایم مثلا در حد نیم ساعت یه دو سه تا شکل دیگه نگاه میکنیم، باکس پلات نگاه میکنیم، پای چارت نگاه میکنیم و مثلا هیت مپ نگاه میکنیم و اینها. ولی برای اینکه شما خودتون، من کلا چند تا کتاب خوب الان معرفی کنم. این کتاب آر خیلی کتاب خوبی هم. هم تمرین دارن، هم کد دارن، هم خیلی ساده اومدن توضیح دادن. من بهتریناشو فکر کنم انتخاب کردم. مثلا اولین کتاب این که حالا برای گرافیکه، برای همین جی جی پلات و اینها اگه بخوام بخونی، این آر گرافیکس کوک بوکه. کتاب آنلاین هست. گفتم خوبی آر اینه که همه اعتقادشون برای اینه که همه چیز اوپن ساینس و این چیزا، من کتابشون همه رایگان آنلاین گذاشتم. تو نها کنی خیلی هم میگم خوب. مثلا حالا من میخوام برم اسکتر پلات ها رو تو جی پلات نها کنم. خب مثلا اینجا گفته که من الان این کارو میکنم، بعد کم کم رنگشون میکنم. قشنگ تیک کد رو داره و هیچ توضیح خاصی هم نده. حالا باز یه سری چیزی کلان سایت ها رو اینا رو اگه سرچ کنی خیلی خوبه. یه کتاب دیگه هست R for Data Science. R for Data Science هست که در مورد مسائل مختلف توضیح داده. حالا من اعتقادم این که همشون رو از اول تا آخر بخونید. هر کدوم که دوست دارین، مثلا اینجا Exploratory Data Analysis رو سعی کردم یکم از روی این بگم. مثلا اینجا داریم در مورد Variation داره حرف میزنه. مثلا که می‌بینین مثال‌های سامپل‌هایی هم آورده. مثلا نمودار مختلف آورده و تیک کداشو. بعد در مورد کووریشن، آره همه اینا رو سری منبعی که میذاریم. آها من فقط اینجا یه سری منبع دیگه هم دارم اینا رو بگم. سه تا کتاب هست. این کتاب واقعا کتاب خوبیه، مخصوصا این کتاب دومیه. کتاب دومیه رو من واقعا خیلی دوست داشتم. این اولیه یکم پیچیده است، دومیه خیلی ترتمیز و اینهاست. این سه تا کتاب هر میگم لازم همه قسمتش، هر قسمتی که مثلا سوال بود براتون، مثلا فور میخوام ببینین چی و اینها، ببین از یکی از این منابع نها کنین ببینین چه جوریه. همینا هم لینکاشو گذاشتم تو اسلایدا رو میذاریم و همین دیگه.